در پی گسترش بحران ناشی از تعطیلی شبکه دولتی ERT یونان، آنتونی ساماراس نخست وزیر محافظه‌کار این کشور قرار است دوشنبه ساعت 6 بعد از ظهر با سران احزاب چپ و میانه دیدار و گفتگو کند. روزنامه‌های آتن اما با پیش‌بینی شکست این مذاکرات به گمان زنی درباره برگزاری انتخابات زود هنگام پرداختند. خبرنگار یورونیوز در آتن میگوید پافشاری آنتونی ساماراس نخست وزیر یونان برای بستن تلویزیون دولتی ERT نه تنها به عنوان عزم او به ادامه اصلاحات در بخش دولتی تلقی می شود، بلکه همچنین به عنوان پیامی روشن به آن بخش از رای دهندگان یونانی است که با این اصلاحات موافق هستند. آقای ساماراس تعطیلی شبکه ERT را بخشی از تعهد دولت برای خصوصی سازی اقتصاد در برابر یاری کنندگان سگانی مالی یونان اعلام کرده است. دادگاه اداری یونان نیز باید درخواست اتحادیه کارکنان ERT برای تجدید نظر در مورد تعطیلی این تلویزیون را بررسی کند.